با تشکر از محضر جناب آقای دکتر بهشتی، ممکنه که توضیح بفرمایید؟ ما یادمون هستش که در ابتدای زمانی که امام تشریف آوردن به ایران از پاریس و در حکم نخست وزیری آقای بازرگان ذکر شده بودش که مجلس مؤسسان قرار هستش که در مورد تصویب قانون اساسی اقدام بکنه، به حالی که الان مسئله به ترتیب دیگری به نظر میرسه، آیا تغییر رأی داده شده؟ اگر این تغییر رأی به وجود اومده، لطفا بفرمایید که به چه نحو هست و آیا اصلا یه همچه حالتی پیش اومده یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر همه شنوندگان و بینندگان عزیز، برادران و خواهران مسلمان همیهنمون، حال در این روزها مکرر مطرح می شده و در جلسات مختلف کوچک یا بزرگ عیناً همین سوال رو مطرح کردن. حقیقت اینه که کیفیت رأی دادن مردم و اظهار نظرشون درباره مسائل دو گونه است. یکی اظهار نظر مستقیم، یکی اظهار نظر غیر مستقیم. اظهار نظر مستقیم معمولاً در مواردی صحیحه که افراد به طور عموم بتونن درباره یک موضوع اطلاعات کافی کسب کنن، با آگاهی و مطالعه درباره اون نظر بدن. مثلا ما در مورد اصل رژیم و اینکه آیا باید در ایران رژیم جمهوری اسلامی باشه یا نه، احساس میکردیم که یک سری اطلاعات کلی رو همه مردم ایران، اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران، درباره معنی جمهوری و معنی اسلامی بودن و صفت اسلامی بودنش میتونن به دست بیارن. مشابه این اطلاع رو هم میتونستن درباره انواع دیگر حکومت به دست بیارن: سلطنتی، استبدادی، سلطنتی مشروطه، جمهوری بدون قید اسلامی، جمهوری دموکراتیک و انواع جمهوری‌های سوسیالیستی و امثال اینا. و لااقل میتونیم بگیم که بیشتر مردم ما میتونستن بفهمن جمهوری اسلامی اجمالا یعنی چی، که بنده در همینجا هم اومدم و براشون شرح دادم خیلی کوتاه و فشرده و طبق پاسخی که خیلی از شنوندگان و بینندگان بعدن به ما میدادن، میگفتن بله همین توضیحات تا حدود اظهار نظر و رأی برای ما مطلب روشن کرد. خب در این زمینه ها مردم میتونن مستقیما رأی بدن. این بود که رهبری هم مسئله اصل نظام و رژیم رو به عنوان اینکه ای مردم مسلمان ایران، ای مردم ایران هم از مسلمان و غیر مسلمان، آیا شما در میان نظام های مختلف حکومتی و انواع مختلف حکومت جمهوری اسلامی را میخواید یا نه، این سؤال را از مردم کرد و دیدیم که چطور اکثریت قاطعی کم نظیری پاسخ دادن که آری. در مورد قانون اساسی که یک مجموعه است، مسائل مختلف داره، مسائل اسلامی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل اجتماعی داره، اقتصادی داره، در زمینه یک چنین مجموعه ای نمیشه از یکی که افراد اظهار نظر مستقیم خواست. در این زمینه وقتی بخوایم از مردم سوال بکنیم، بگیم رأیتون و پیرامون طرح قانون اساسی که تهیه شده و در اختیارتون گذاشته شده بیان بکنید، طبعا اینها میتونن بگن که ما مستقیما نمیتونیم رأی بدیم، این رأی رو باید از طریق افراد خبره، یعنی افراد صاحب نظر و مطلع در زمینه قانون اساسی و بخش‌های مختلفش بدیم که این افراد مورد قبول و اعتماد ما باشن. رویه‌ای که در طول ده ها سال در دنیا درباره این نوع اظهار نظر سابقه طولانی داره، همون تشکیل مجلس مؤسسانه. یعنی مردم، گروه گروه از مردم، هر گروهی از مردم یک نفر رو به عنوان کسی که صاحب نظر هست در زمینه مسائل قانون اساسی و مورد اعتماد اونها هست انتخاب میکنن
و میفرستند به یک مجلس و از این صاحب نظران گوناگون میخوان که یک یک مواد قانون اساسی رو بررسی کنند، دربارش اظهار نظر کنند و بعد وقتی یک یک از این مواد بر طبق اکثریت آراء این خبرگان منتخب مردم مورد تأیید قرار گرفت، مجموعه ای که به این ترتیب مورد تأیید اکثریت قرار میگیره مورد تأیید ملت هم قرار میگیره. این همون کیفیت معروف تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی. در آغاز کار نظر همین بود که برای تصویب قانون اساسی از همین راه استفاده بشه. حتی خود من شخصا طرفدار این نظر بودم. ولی در قرن اخیر در دنیا نسبت به تشکیل مجالس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی مسائلی پیش اومده، مشکلاتی پیش اومده که در برخی از کشورها برای تصویب قانون اساسی جدید نتونستن از طریقه معروف و مألوف و سابقه دار مجلس مؤسسان استفاده بکنن. و اون این که مجلس مؤسسان در صورتی واقعا مجلس بسیار جالب ارزنده است که مجموعه متشکلی از خبرگان مختلف باشه، چون قانون اساسی یک بعدی نیست، چند بعدیه. همونطور که گفتم بعدهای ایدئولوژیک داره در زمینه‌های مختلف. بنابراین گاهی میشه که افراد منتخب مردم میبینید اینا همه در یک یا دو زمینه صاحب نظر و میبینید که در یک جلسه وسیعی که از نمایندگان مردم تشکیل میشه در یکی دو بعد دیگر متخصصان زیادی نیستند، به طوری که نمیشه بگی که در اون زمینه عده‌ای از خبرگان با اکثریت اظهار نظر کرد. این یک مشکل. مشکل دوم این که قانون اساسی یک مجموعه بزرگه، معمولا ممکنه بین 100 تا 200 یا بیشتر ماده داشته باشه و اصل داشته باشه. در یک مجلس مؤسسان بزرگی که از 300 500 600 نفر تشکیل میشه، وقتی بخوان تک تک این مواد رو به بحث بگذارن و این افرادم کم و بیش دربارش اظهار نظر بکنند، ملاحظه میکنید خیلی طول میکشه. گاهی بررسی و اظهار نظر درباره یک اصل فقط ممکنه یک هفته طول بکشه. خوب اون وقت ما برای 150 تا 200 اصل فکر میکنید که چقدر فرصت باید در نظر بگیریم؟ گاهی یک سال، گاهی دو سال یا بیشتر. و چون در تغییرهای بنیادی که در نظامهای اجتماعی کشورها و جامعه ها پیش می آمده، فرصت نبوده که جامعه همینطور بدون قانون اساسی بمونه تا دو سال، این بوده که به فکر انتخاب راه دیگری افتادن. مسئله دیگری که گاهی در برخی از جامعه ها پیش میاد این است که نمایندگانی که انتخاب میشن برای شرکت در مجلس مؤسسان میشود که چهره های محبوب و مورد علاقه و مشهور و مورد اعتماد مردم باشن، اما اصولا در این زمینه چندان تخصصی حتی در هیچ یک از رشته‌ها نداشته باشه. یعنی یک کسی در یک شهری به علت خدماتی که به مردم داشته، به علت روابط خوبی که با مردم داشته، این معروف در میان مردم، مردم بهش علاقه دارن، اعتمادم بهش دارن، اما چنون نیست که واقعا یک خبره و صاحب نظر در حتی یکی از شاخه‌های قانون اساسی باشه. بنابراین می‌بینید که اگر 300 یا 500 نفر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب قانون اساسی گرد هم میان، گاهی می‌بینید از این 300 نفر 30 تاشون خوبه هستند، 40 تاشون خوبه هستند و بقیه رأیشون رأی غیر خبره هایی است که در کنار رأی خبره ها قرار گرفت. و این درست نیست که رأی غیر خبرگان را ما در کنار رأی خبرگان قرار بدیم. نماینده مردمان بله، مورد علاقه مردمان بله، مورد قبول مردم و مورد اعتماد مردمان بله، ولی خبره هم هستن؟ جای سؤاله. در بسیاری از موارد میبینیم خبره نیستن، ولی اونجا که میان این یک رأی داره، اون خبره هم یک رأی داره. و این هم یک مشکلی است که در مجالس مربوط به تصویب قانون اساسی باش روبرو شده. مشکل دیگری که ما خودمون حتی در این سالهای اخیر مکرر باش روبرو بودیم اینه که
وقتی عده جمع میشن و میخوان درباره یک مطلب نظر بدن، میبینیم که متن یک مصوبه، متن یک اصل، حتی متن یک اعلامیه که یک گروه میخوان تصویب بکنن و هر فردی میخواد روش اظهار نظر کنه، گاهی میبینیم این متن به جای اینکه یک متن سرراست منظم جهت دار باشه، یک آلیاژ، یعنی مجموعه ایست از جمله هایی که هر جملهش رو یک نفر پیشنهاد داره و بعد برای اینکه این خوب واقعا رأی بیاره و آراء مختلف رو اکثریت جلب کرده باشن، تنظیم کنندگان متن میبینید یک آلیاژ تهیه کردن که خیلی هم با هم هماهنگی نداره. بنده خودم این نامه های مصوبی رو مکرر در همین یک سال اخیر و حتی در این چند ماه اخیر باش برخورد کردم که اون سلاست و روانی و انسجام درش رعایت نشده. وقتی پرسیدم آقا چرا همچینه، میگم خب ما این ماده رو این اصل رو مطرح کردیم، هر کسی یه جمله ای گفت و رو جملهش هم اصرار داشت، دیگرانم گفتن حالا این جمله رو بگذارید و بعد با یک جمله یک معجون به تصویب اکثریت اون مجلس رسید. اینها مشکلاتی است که در تصویب یک متن و تصویب یک متن مفصل باهاش روبرو بودند. به این ترتیب بوده که در این یک قرن اخیر در بعضی از جامعه هایی که سابقه تهیه و تصویب قانون اساسی داشتند و تجربه در این زمینه داشتند، می‌بینیم که قانون اساسی را قبلاً عده‌ای از صاحب نظران متنوع که هر فرد یا گروهیشون در یکی از زمینه‌های قانون اساسی تخصص داشته و مطالعه داشته دوره هم نشستن، یک عده محدود با هماهنگی و همفکری او رو تنظیم کردن، بهش جهت دادن، شکل دادن، انسجام دادن. اون وقت بعدن این مجموعه رو زمامداران و رهبران آمدن به رأی مردم گذاشتن به صورت یک رفراندوم، به صورت یک همه پرسی. و در حقیقت معنی این رفراندوم اینه که ای مردم ایران، ای مردم فرانسه، ای مردم اسپانیا، شما که میخواید درباره قانون اساسی آیندتون رأی بدید و اظهار نظر کنید، این مجموعه را این عده از صاحب نظران معرفی میکنند، میگن این عده از صاحب نظران این مجموعه رو فراهم کردند، شما اگر به جامعیت و صلاحیت و قابلیت اعتماد این مجموعه نظر موافق دارید و میتونید رأی مثبت بدید، رأی مثبت بدید، وگرنه رأی منفی بدید. در حقیقت اینجا مردم بیش از اون که بخوان به اصل متن رأی بدن، رأی میدن به صلاحیت و قابل اعتماد بودن اون مجموعه و اون گروهی که توانستن این متن رو تهیه کرده باشن. خوب، اینم یک راه معقول و منطقی به نظر میرسه. ما در مورد قانون اساسی ایران اول فکر میکردیم با همه مشکلاتی که قبلا خبر داشتیم از همون راه سابقه دار تر بریم. همچنان که میبینیم در ایران هم گروه های سیاسی زیاد یا برخی از رهبران اجتماعی و رهبران مذهبی و گروه های مذهبی هم طرفدار همین رویه هستند و میگویند که قانون اساسی باید از طریق مجلس مؤسسان به تصویب برسه. ولی با توجه به این مشکلاتی که عرض شد، با توجه به حتی این نارسایی هایی که عرض شد که ما اعلام کنیم انتخاب مجلس مؤسسان را و بگیم هر 100,000 نفری از مردم یک نماینده انتخاب کنند، به این ترتیب تقریبا در مجلس آینده مؤسسان حداقل 350 تا 60 نفر نماینده منتخب بیاد که هر یک فردی رو حدود 100,000 نفر از مردم انتخاب کرده. این سوالات برامون مطرح بود. یک، آیا واقعا هر 100,000 نفر یک خبره انتخاب میکنه یا نه، یا یک چهره محبوب مورد علاقه قابل اعتماد؟ سوال دوم، این 350 یا 60 نفر توشون آیا واقعا افراد از نظر خبرویت در همسط هم هستن یا اصولا اختلاف سطح خیلی زیاده؟ ممکنه 30 نفر 40 نفر در سطح خیلی بالا از نظر اطلاعات و صاحب نظری باشن و بقیه در سطح‌های پایین‌تر یا عده هم اصلا خبره نباشه. سه، آیا این عده گروه‌های مختلفی هستند که هر گروه در یکی از این زمینه‌ها صاحب نظره یا نه، ممکن است در بعضی از زمینه‌ها حتی یک نفر یا دو نفر صاحب نظرم نیاد و در بعضی از زمینه‌ها ده‌ها صاحب نظر؟ چهارم،
آیا حد یک اصلی رو که در یک چنین مجلس 350 یا 60 نفری مطرح میکنه چگونه به تصویب برسونیم؟ آیا واقعا به همه کسانی که میخوان درباره این اصل صحبت کنند و اظهار نظر کنند فرصه صحبت بدیم یا محدود کنیم؟ محدود کنیم همونجا فریاد برمیارن که عجب این چه دموکراسی و چه آزادی شد، قانون اساسیتون هم دارید سانسور میکنه. اگر بخوایم فرصت بدیم، خب ما تجربه داریم که وقتی فرصت میدیم و واقعا هم میخوایم هر فردی اظهار نظر بکنه باید گاهی چندین روز برای تصویب اصل معطل بشیم. من نمیدونم آیا ملت انقلابی ما معتقد است که ما در این مرحله حساس از انقلابمون فرصت داریم یک سال، دو سال، سه سال وقت صرف کنیم برای تصویب قانون اساسی. مسئله دیگری که ما مخصوصا در این مرحله جالب از انقلابمون باش روبرو هستیم این است که هر قدر نمایندگان مؤمنتر باشند به رسالتشون، اصرار و تأکید و پافشاریشون برای اینکه بهشون وقت بدیم تا اظهار نظر بکنن بیشتره. و وقتی که ما بخواهیم بگیم ما وقت کمه، فرصت کمه، دلخوریشون هم بیشتره و شاید دلخوری و رنجش انتخاب کنندگانشون هم بیشتر باشه. این است که رهبری به این فکر افتاد که با تبادل نظر فراوان راه دیگری رو انتخاب بکنه و اون راه دیگر اینیست که عرضه شده است بر مردم. ملاحظه بفرمایید، قرار بر این شد که از چند ماه پیش صاحب نظرانی محدود در یک گروه بسیار محدود از کسانی که در رشته های حقوق و علوم اسلامی در داخل و خارج تحصیلات داشتند، اینها زمینه و متن فشرده منسجمی رو برای قانون اساسی آماده کرد. این کار انجام کرد از در چند ماه پیش. این متن در اختیار مراجع تقلید، گروهی از مدرسین عالی مقام حوزه علمیه، عده‌ای از صاحب نظران در زمینه‌های علوم اسلامی و عده‌ای از صاحب نظران در رشته‌های دیگر گذاشته شد. اینها هم هر کدام مطالعه کردند، نظراتشون رو دادند. بعد یک مجموعه در وزارت تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها در دولت یک مجموعه آمد و این طرح رو به اضافه این نظرهای رسیده بار دیگر رسیدگی کرد و از او طرح جدیدی رو تهیه کرد تا این طرح رو عرضه کنه بر شورای انقلاب. شورای انقلاب که باز مجموعه ایست از صاحب نظران در علوم اسلامی، اقتصاد، حقوق و حتی رشته‌های فنی و اجتماعی، اینها هم این طرح رو بار دیگر در اون مجموعه فشرده مورد بررسی دقیق قرار داده و این طرح نهایی با اظهار نظر نهایی که از طرف رهبری دربارش میشه این برای اطلاع عموم منتشر میشه. به مردم گفته میشه چنین طرحی قرار است به تصویب برسه و کیفیت به تصویب رسیدن اینه که به شما فرصت میدیم برای حدود هر 500 هزار نفر از مردم ایران یک فرد صاحب نظر رو بگردید انتخاب کنید، به طوری که مردم بتونن حدود 60 تا 70 نفر صاحب نظر رو انتخاب کنن و در این فرصت مردم گروه های سیاسی، گروه های حقوقی، گروه های علمی، گروه های مذهبی، مراجع فکری، مراجع دینی در تهران، در قم، در نجف، در شهرهای دیگر اینها هم بتونن نظرات خودشون رو کتباً برای یک ستاد عملیاتی بفرستن. در همین مدت هم مردم انتخاب میکنن صاحب نظران منتخب خودشون رو که اینها بیان و در یک مجموعه فشرده تر بین 60 تا 70 نفر این طرح تهیه شده رو مورد بحث قرار بدن و در بررسی هر اصلی به نظراتی که به اون ستاد رسیده توجه کنن.